سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، با قسمت دیگه ای از مجموعه های نگاه روز با شما خواهیم بود. و اما همینطور که در جریان هستین و هفته های گذشته قسمت های بسیار از برنامه های ما هم به همین مسئله اختصاص پیدا کرده، درگیری میان جناهای جمهوری اسلامی و میون به عبارتی خودی های جمهوری اسلامی بالا گرفته و کار داره به قول معروف جاهای باریک میکشه. چند نکته بگم که برای مثال هفته گذشته حتما شنیدید که هواداران خامنه ای به احمدی نژاد هشدار داده بودن و اونها رو خیانتکار نامیده بودن، و یا اینکه برای مثال مصباح یزدی تیم احمدی نژاد و دولت اون رو آشغال هایی خطاب میکنه که کاری از دستشون علیه خامنه ای بر نخواهد اومد. از اون طرف طرفداران احمدی نژاد هم به طرفداران مصباح یزدی برای مثال اون هشدار دادن و اونها رو متعصبین بی عقل خوندن. اما در این زمینه با محسن ابراهیمی صحبت خواهیم کرد، ایشون رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما. منم سلام میکنم به شما و به بینندگان. متشکرم. محسن ابراهیمی، صحبت‌های مقدماتی من رو شنیدید. من میخواستم از شما یه سوالی بکنم. اولین سوال من این هستش که این جدال و درگیری که بین همقطاران و بالاخره همخطهای خود رژیم در افتاده، چه نفعی داره به حال مردم و چه ضرری به حال رژیم داره؟ ضررش به حال رژیم میشه اینا رو به نظر من لیست کرد. اولا از نیروهای وفادار رژیم میکاهه، حلقه حامیان رژیم رو تنگتر و تنگتر میکنه، ریزش ها رو حتی اگه مستقیما به یه معنا ریزش از امارت رژیمه که هر چقدر این ریزش وسیع تر باشه همونقدر رژیم ضعیفتر میشه. قدرت رژیم سرکوب رژیم رو تضعیف میکنه به طور قطع. رژیم که انسجام و یه پارچگی نداره امکان سرکوبش به طور قطع ضعیفتره. سرکوب سیستماتیک برای این رژیم خیلی پایین تر و خیلی ضعیفتر از گذشته است. افشاگری های درون رژیمی رو بیشتر میکنه که خیلی بیشتر از افشاگری های حتی اپوزیسیون ماهیت تبهکار و فاسد رژیم رو برملا میکنه، چرا که مردم میدونن اینا خودی هستن و اطلاعاتشون واقعا دست اوله و فساد و تباهی داخل رژیم رو نشون میده و در چشم مردم هم نهایتاً رژیم رو ضعیفتر و متشددتر نشون میده و این مستقیما تو روحیه مردم معترض تاثیر میذاره. نفعش برای مردم چیه؟ اولا امید مردم برای در هم شکستن یه رژیم متشدد، یه رژیم پراکنده، یه رژیم که شخصیت‌های اصلیش به جون هم افتادن خیلی بیشتر میشه و به این معنا عزم مردم برای پایین آوردن این رژیم که خب آرزوی اصلیشونه بالاتر میره. و باید گفت که واقعا بی دلیل نیست که بزرگترین اعتراضات سیاسی سالهای گذشته که از 18 تیر 76 شروع شد همیشه همزمان بوده با اختلافات داخل رژیم. 18 تیر 76 که در اعتراض به بسته شدن یه روزنامه درون رژیمی به یه معنا شروع شد، یه مثاله که بعداً فوراً تبدیل شد به یه جنبش سرنگونی کل رژیم و اعتراضات دو سال گذشته 1388 هم که معرف حضور همه هست که اساساً با اختلافات درون رژیمی مربوط به اصطلاح انتخابات شروع شد و مردم به داخل این شکاف پریدن. میخوام بگم نفعش برای مردم اینه که فرجه و شرایط و عزم و اراده مردم رو بالاتر میبره. خب ببینید، اینجور که شما صحبت کردین، حالا با هر ضرر و نفعی که داره، بالاخره این دعواها ایدئولوژیک هستن یا سیاسی هستن؟ به نظر من این دعوا تماما سیاسی هستن، مطلقا ایدئولوژیک نیستن. وقتی میگیم دعواها ایدئولوژیکن یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا واقعا به خاطر باورهای مذهبیشون، به خاطر اعتقادشون به خدا و تفسیرها و تبیینای متنوعشون از مذهب به جون هم افتادن. به نظر من مطلقا اینجوری نیست. مثلا همین مورد اخیر که شما اطلاعاتی رو ازش تصویر دادین، اگه بهش اشاره کنیم، مصباح یزدی که حتی همین دیروز پدر معنوی احمدی نژاد بود، وقتی به جناح دور و بری احمدی نژاد حمله میکنه و میگه گویا اینا گفتن که امام زمان رو فقط ملاها و آخونده نمیتونن ببینن، مردم چی، خود ما میتونیم امام زمان رو ببینیم، یعنی یه نوعی امکان رابطه با امام زمان رو برای خودشون قائل شدن، اعتراضش، حملهش، خشمش، ناراحتیش از این نیست که امام زمان لطمه خورده، به اصطلاح امام زمان به عنوان مظهر
یکی از سمبول‌های جدی مذهب شیعه لطمه خورده. نگرانیش مطلقاً نیست، نگرانیش این هست که خودش اصلا خیلی صریح گفته، این معناش اینه، این یعنی این که دیگه رابطه امام زمان با ما از طریق ولی فقیه ولایت فقیه نیست، دیگه ولایت فقیه لازم نیست، دیگه نیازی به اصطلاح واسطگی شخصی، کسی، مقامی به نام ولی فقیه وجود نداره. میخوام بگم خیلی روشنه، خودشون با زبان صریح دارن میگن که این بحث سیاسیه، جنگ قدرته، جنگ پول و پله است، جنگ ثروته، جنگ چپاوله و جنگ به یه معنا مقام و موقعیت سیاسی که برای خودشون دست پا کردن. نگران امام زمان نیست. طرف مقابلم قطعا اینجوری نیست، طرف مقابلم یه تبیین جدیدی از امام زمان نداده که گویا میخواد واقعا تبیین مذهبی متفاوت باشه. طرف مقابلم داره برای خودش مبنای، به قول خودش حداقل به نظر خودش، مبنای قدرتی رو از طریق رابطه با امام زمان و از طریق زدن جناح‌ها و باندهای مقابل به وجود میاره. بس تماماً سیاسیه. ببینید این اولین دفعه نیست که بین خودی‌های جمهوری اسلامی درگیری اتفاق افتاده. تا حالا ده ها نفر از شخصیت‌های حکومت خودش رو توی این 30 سال گذشته برکنار کرده، بعضی وقتا با شدیدترین اختلافات و جنگ‌ها در جنگ‌های درونی حتی به این مرحله رسیده، اما بالاخره بعد از اون اوضاع کنترل کرده. حالا شما فکر می‌کنید که فرض کنید جمهوری اسلامی وارد جنگ تو مرحله شدیدتری با احمدی نژاد بشه و احمدی نژاد رو کنار مجبورش به اصطلاح کنار بذارتش، فکر نمی‌کنید که مثل سابق خواهد تونست اوضاع رو کنترل بکنه مثل دفعات قبل؟ به نظر من اینجا چند تا نکته مهمه. این که یکی از نکاتی که به نظر من خیلی مهمه این که تصفیه درونی این رژیم، یعنی زندانی کردن و خونه نشین کردن و حتی سربنیست کردن کسایی که با این رژیم بودن، همیشه جریان داشته. ولی این تصفیه درونی در حقیقت تصفیه کسایی که تو این جنایت نقش داشتن، یعنی همکار و هم سنخ خود رژیم بودن، خودشون دستندرکار بودن. به این معنا از نقطه معنای سیاسی این تا اونجا که به اعتراض مردم مربوطه اینه که چنین تصفیه‌ای محرک حرکت جدی از طرف مردم برای دفاع از اینا نمیشه. یعنی مردم از این اعتراضات به نفع یکی نمیرن و از کسی به اصطلاح از یه جناحی، از یه شخصیتی دفاع نمیکنن. به این معنا اون بالا داره کنترل میکنه، خودشونو کنترل میکنن، تصفیه میکنن، بیرون میکنن و اونایی که بالاخره تو حلقه رژیم موندن خودشونو سر و سامان دارن میدن. اما تا اونجایی که به مردم و کنترل اعتراض مردم مربوطه، این دیگه به این معناست که هنوز اینا هنوز سرنگون نشدن. یعنی وقتی اینا میگن یا این تصویر داده میشه که اینا هنوز هم میتونن کنترل کنن، هنوز هم دعواهای شخصشون بالا رفته، اوج گرفته، دارن کنترل میکنن، از نقطه نظر خودشون به نظر من یعنی این که سرنگون نشدن، یعنی این که مردم نتونستن اینا رو سرنگون کنن، ولی اعتراض کنترل نکردن، جنبش اعتراضی رو کنترل نکردن. اعتراض و مبارزه مردم در اشکال متنوع، چه در اعتراضات کارگری، چه در اعتراضات دانشجویی، چه در اعتراضات زنان، در انواع و اقسام متنوع همچنان داره ادامه پیدا میکنه. یعنی اینا درون خودشون تصفیه میکنن، خودشون رو به عنوان به اصطلاح یه نظامی که متشتته هنوز به عنوان یه نظام کنترل میکنن. اختلافات درونی خودشونو از یه گوشه بالاخره یه بخشش هنوز به عنوان یه رژیم ظاهراً منسجم بیرون میاد، ولی اعتراض مردم رو نمیتونن کنترل کنن. اعتراض مردم همچنان ادامه پیدا میکنه. سال 88 مثال به نظر من بسیار زنده و بارزیه. سال 88 یه جنبش انقلابی راه افتاد، ظاهراً سرکوب کردن، ظاهراً کنترل کردن، ظاهراً از درون این اعتراضات خیلی از خودشون هم تصفیه کردن، کنترل کردن. ولی سوال اینه، اون جنبش انقلابی اینا رو سرنگون نکرد؟ به این معنا کنترل کردن و خودشون هم واقعا خوشحال بودن، ولی آیا اون جنبش انقلابی زمینهای اعتراضات وسیع‌تر رو فراهم نکرده؟ به نظر من کرده. از اون موقع تا الان منظما اعتراض در گوشه و کنار ایران بوده و حتی یک روز هم تعطیل نشده و به این معنا نتونستن اعتراض و روحیه اعتراضی مردم رو کنترل. خب با این تصویری که شما دادید، بالاخره پس قبول دارید که جمهوری اسلامی با امروز و فردا کردن به هر نحوی داره دوام میاره، هرچند صبح که بیدار میشن خدا رو شکر میکنن که شب قبل سقوط نکردن. ولی بالاخره اگر بخواید بگید که عامل اصلی چی هست که جمهوری اسلامی تونسته تا حالا دوام بیاره، آیا نبود رهبری مسئله است، آیا قدرت سرکوب گسترده جمهوری اسلامی مسئله است، و یا اینکه خواسته هایی که مردم حولش متحد بشن و هم نظر باشن سرش مسئله است؟
به نظر من مسئله در ایران اساسا مسئله رهبری، مردم خواستهای متحد کننده سیاسی کم ندارن و اینو به هر زبانی اعلام کردن. خواست مردم رفتن جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای به عنوان سمبل مذهبی و معنوی و سیاسی جمهوری اسلامی به خوبی اینو نشون داده و اینو در سال 88 مردم خیلی روشن اعلام کردن. قدرت سرکوب، به نظر من این رژیم ابزار سرکوب کم نداره، اراده برای سرکوب کم نداره، نیرو برای سرکوب کم نداره، توحش و آدمکشی برای سرکوب هم کم نداره، همینو میدونیم. ولی قدرت سرکوب یعنی اعمال، امکان این که سرکوب رو اعمال کنه و ارعاب و وحشت به وجود بیاره و مردم رو واقعا ساکت کنه و مردم اعتراض نکنن، اینو نتونسته. به این معنا قدرت سرکوب نداره. بعد از این تمام این ماجرا هم اول می سنندج رو داشتیم، اعتصاب پتروشیمیا و غیره و غیره. اما رهبری مسئله اصلی، رهبری نه به معنای سازمان دادن تظاهرات، این دیگه عصر اینترنت همه میدونیم حل شده. رهبری سیاسی به معنای حزب و یا شخصیت‌های مورد رجوع توده‌های وسیع مردم، حزب و شخصیت‌هایی که مردم در اونا، در اون حزب و در اون شخصیت‌ها سیمای یه حزب بدیل، یه حزبی که واقعا میتونه حکومت رو سرنگون کنه و یه جامعه انسانی رو سازمان بده ببینن. چنین شخصیت‌هایی، چنین حزبی به نظر من اولا باید آرزوها و خواستهای پایه‌ای و بنیادی مردم رو منعکس کنه، نمایندگی کنه. احزاب و جریاناتی که میخوان آخوند خوب بره، آخوند بد بره، آخوند خوب بیاد، اینا مطلقاً با خواستهای بنیادی مردم همخوانی ندارن و نمیتونن رهبری سیاسی وضعیت ایران رو به عهده بگیرن. حزبی که این خواسته رو منعکس کنه به نظر من فوق‌العاده مهمه. ثانیاً عزم و اراده مردم برای سرنگونی رو منعکس کنه، نه تنها منعکس کنه، رهبری کنه، مردم رو به این سن بکشه و ثالثاً در میدان واقعی مبارزه مردم به عنوان یه نیرویی که عملاً واقعاً میتونه چنین کارهایی رو انجام بده شناخته شه. حزب ما، شخصیت‌های سیاسی این حزب مسلماً داره به این سمت حرکت میکنه و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که در جنبش انقلابی ایران چنین خلایی رو پر کنیم. محسن ابراهیمی، ممنون از اینکه با این برنامه بودین. در ادامه روز ساعت خوبی براتون آرزو میکنم. منم خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آدرس تماس و ایمیل تماس با ما در پایین صفحه هست. ما را از نظرات خودتون آگاه بکنید. الیا تابش هستم به همراه همکارم جمیل فرزان. این برنامه رو تقدیم شما کردیم. ساعت خوبی براتون آرزو میکنم.